ما احنا والدادهم بسيار بسيار خلاص ده المدري شو تقريبا هذا السنة شو نزاب ده صفقير وشار مشكلة كل يوم اگر بریت سخت سخت صحبت بپیتی مشکل نداره، ما دیگه قسم جام صحبت کنیم. نه دیگه فقط امزی دوستا و خیلی نمک درخواستی اینجور دیگه که کمک کنن بلاخره امی برادر از ما دوباره صحتی آب شنه انشالله امی مشکلات حل شنه دیگه ما به حساب مالی که خود می توانش ندریم دیگه فقط یعنی میره از دوستا و از خیلی اینه که می تصویر می کنن آجزانه درخواست داریم که کمک کنن بعدی بلیت هستن؟ از آقای آقای متاسفانه میگنم که می دوربر لب تو قسمی که ما حسن جان صحبت کرد داخل دهن تو این زخمه این دلیل بیشتر چیه؟ دلیل بیشتر من بوده فشار خون و گروه خونی چیز به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض ادب دارم خدمت یکایک شما بیننده های عزیز هموطنان گرامی و وطندارای نهایت مهربان خواهران مادران عزیز وقت همگیشون بخیر امیدوار هستم که در هر جای هستین جور و صحتمند سرحال باشین دوستای عزیز دوستای مهربان عید سعید فطرم خدمت یکایک شما خوبان تبریک میگیم انشالله که طاعت و عبادات شما خوبان قبول درگاهی حق باشد دوستای مهربان امروز بازم در خدمت شما خوبان قرار دارم و امروز بازم ما یک خواهش دارم از تمام شما خیرین از تمام شما عزیزان مادران خواهران عزیز و او خواهش از مو ایه که یک جوان بسیار کاکه یک جوان بسیار عزیز یک برادر مهربان از مو به نام محمد حسین ابراهیمی فرزند شیخ رجب از منطقه چوقا یا منطقه غارای لومان متاسفانه مریض شده و مریضیش هم ایه که هر دو کلیه خو یا همو هر دو گرده خوره از دست ده متاسفانه که دکترها جواب دیده که باید گرده ازی حتما باید پیوند شونه دیگه گرده ازی متاسفانه دیگه کار نمیده دیگه بناهن خانواده محترمی آقای ابراهیمی درخواستی کمک و همکاری از شما خیرین از شما عزیزایی که همیشه هر کاری که مشکل بوده هر کاری که مردم توانش را نداشته دیست دیست خوره طرف از شما باز کده که شما قد ازی عزیزا کمک کن دوستای عزیز آقای ابراهیمی عزیز جوانه محمد حسین ابراهیمی جوانه سه فرزند داره و فعلا هم بخاطر که مریض است در کابل چون همونج دکتران نزدیکه دیگه تحت تداویه و همکار نهایت عزیز و مهربان از موقعی علیرضا یاوری رفته در کابل از برادر عزیز از ما محمد حسین جان ابراهیمی ویدیو گرفته دیگه متاسفانه خودشم درست صحبت نتونسته دیگه قد برادری محمد حسین ابراهیمی صحبت کرده و مشکلات ها را کلن خود چی گفته و انشالله که شما تا آخر برنامه تا آخر ویدیو قد از ما باشین جزیات بیشتر را همکاری عزیز از ما آقای یاوری در خانه آقای ابراهیمی رفته پرسان کرده و بازم خواهش از ما اینمی از شما عزیزان که این جوان را و این عزیز را از این مشکلات نجات بدین اگر در حد توان کمک دارین همکاری میتینین قد از این حتما کمک کن تا ای عزیز از مو جوان هسته و زن و بچه داره مشکل داره انشالله که دوباره صحت یاب شونه و بازم و آغوش گرم خانواده خود بپیونده دوستای عزیز ای شما و ایم برنامه ای که همکار عزیز از مو گرفته انشالله تا آخر قد از ما باشین و همچنین شماره برادر محمد حسین و نام محمد حسن ابراهیمیم در زیر ویدیو نوشته هر عزیز و هر برادر و هر خواهر اگر خواستن کمک کنن میتونن در شماره واتساپش تماس بگیرن
و یا در شماره واتساپ و از مو و یا در شماره واتساپ سایر همکارای از مو که نامشی ذکر شده میتونن تماس بگیرن، کمک و همکاری کنن تا انشالله که برادر از مو صحت یاب شونه. تشکر از تک تک از شما خوبان، سلامت باشید. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز و محترم. امیدوار هستم هر جایی که هستین خوب و خوش و صحتمند و سلامت باشین. سلام ویژه هم دارم خدمت بیننده های محترم چینل جغری پیمان که مدیر مسئول از این چینل علی نقی شریعتی هستم، و همچنین یک سلام ویژه هم خدمت بیننده های چینل صدای عاقل که مال که مدیر مسئولش آقای یاسین علیزاده هست. تقدیم منو طاعات و عبادات همه شما مقبول درگاه حق باشه انشالله. در پایان ماه مبارک رمضان قرار داریم و این روزی که من همراه شما صحبت مونم روز دوشنبه 20 حمل سال 1403. من امروز کابل هستم، کابل هم دوم با دوستا با آقای شریعتی و همچنان با آقای علیزاده که ما صحبت کردیم. خلاصه اونا به ما وظیفه سپردن که من یک ویدیو از برادر عزیز ما محمد حسین ابراهیمی تهیه کنم. به خاطر از اینکه محمد حسین ابراهیمی یک مشکل کلیه داره، مشکل حاد دسته، و قسمی که برادرش حسن ابراهیمی صحبت کرد که امروز هم پیش دکتر رفته بودن به خاطر دیالیز و نتیجتا دکتر برشان این رو گفته که باید پیوند کلیه صورت بگیره، و پیوند کلیه قسمی که شما در جریان هستین یک مبلغ بسیار هنگفت داره، لازم داره که باید کلیه خریداریش نه، و همچنان هزینه عملش که دوستا قصه کرد نزدیک 5 لک 5.5 لک افغانی در داخل افغانستان هزینه داره، و دواهایی که در عین عمل نیاز میشه و بعد از عمل که باید 5 ماه یا 6 ماه تا 1 سال را دوا باید مصرف کنن، قسمی که دوستا عمود جمعن جمع کردن نزدیک به 13-14 تا نهایت 15 لک افغانی یک پیوند کلیه هزینه بر است که متاسفانه خانواده آقای ابراهیمی شرایط اقتصادی خوبی ندارن که بتونن از پس مخارج از هزینه هنگفت بر بیان. و با خود آقای ابراهیمی که صحبت کردم، همراه قبلگاه محترمشان، همراه برادر عزیزشان، به این نتیجه رسیدیم که به خاطر تهیه از این مصرف هنگفت نیاز است که ما یک ویدیو تهیه کنیم و در این ویدیو را در معرض دید خیرین عزیز و شما دوست عزیز قرار بدیم تا شما شرایط محمد حسین را ببینین که واقعا چقدر نیاز به کمک دارم. خب من بیشتر پر حرفی نمونم، همراه محمد حسین آقای ابراهیم بیشتر همراه خودشان صحبت مونیم، همراه حسن جان که همیشه در کنارش بوده و از شرایطش لحظه به لحظه آگاه هستن دیگه، کل معلومات را و مشکلات را که متاسفانه آید حال شده از زبان خودشان میشنویم. آقای ابراهیم صاحب خسته نباشین، وقت شما بخیر، برای شما از خداوند بزرگ شفای عاجل میخواهیم. متاسفیم که در این شرایط فعلا قرار گرفتین، اگر امکانش باشه امروی ما یک کم صحبت کنین که شرایط شما چه رقم است و وضعیت صحیشون در کل چه رقم است. سلامت باشین آقای عادی، تشکر از مهربانی شما. ما خانم دادم بسیار بسیار خراب است در مدلی شو تقریبا نده سین شون زبده سالگی رو چار مشکلی کلی اگر برید سخت سخت صحبت دارید مشکل ندارم، ما برید اصلا جام صحبت کنیم. سه بیادم صحبت کنم سه درسته. محمد حسن ابراهیمی هستم. سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستا، خدمت کسانی که یه ویدیو رو میبینه عرض سلام احترام داریم. و چیزی که فعلا آقای یاوری در ویدیو بر شما توضیح داد، برادر ما مشکلی کلیه داره که نیاز به پیوند کلیه باید شونه، دیگه کلیهش کار کرد نداره. قسمی که من خودم کم بیش در جریان هستم، یعنی محمد حسین از سابق هم همین مشکل کم بیش همراهشون بوده. آره درسته، یعنی قبلا هم عمل شده بود کلیه شده. 16 سالگی که دوچار مشکل کلیه شده، دیگه تا به حال که کلیهش دوباره عمل شده، یک بار در ایران عمل شده، یک بار هم در افغانستان عمل شده دیگه، یعنی همیشه تحت تداوی بوده دیگه. درست دکتر رفته
یکی اگر بلندتر صحبت کنید صدا رساتر درست. امین به حساب بگه دو بار عمل شده که یک بار در ایران عمل شده، یک بار هم در افغانستان عمل شده. درست. دیگه تا به حال تحت تداوی بوده، یعنی همیشه دوام استفاده میکرد، همیشه دوا استفاده میکردن تا این امروز که امروز دیگه تخمین یک هفته که بیشتر بوده. بعد از یک هفته که مشکلات چه حل شده، باز دکترها معایناتش انجام دادن، باز گفتن دیگه کلیهش دیگه جوابگو نیسته، باید پیوند کلیهش نه. یعنی فعلا هم که مرحله اول شمی که باید دیالیز شونه. بله. تا ای آماده تا آماده بسه آماده پیوند کلیهش ناره. دیالیز شم حدودا 45 روز تا دو ماه طول میکشه. هر باری که به حساب امروز همین به حساب در دیالیز رفته بودیم برای دیالیز و خیزمی که گفتین این جلسه پنجم است که دیالیز میشه، درسته؟ تا به حساب 40-45 جلسه دیگه هم نیاز است که باید دیالیز شد تا آماده به حساب پیوند شما، درسته؟ خب من مطمئن هستم که این رفت آمد در شفاخانه، در شفاخانه بودن، دوا و همچنان خود به حساب تصفیه خونم و دیالیز یک هزینه هنگفته در کار داره. در قمر به شما مشخص شده که در روز به حساب هر باری که برای دیالیز مبره چقدر هزینه مبره؟ هر بار که ما مبریم هفته دو بار باید دیالیز شوه. درست. هفته دو بار باید دیالیز شوه که هر بارش دیگه تقریبا 5000-5500 هزینه داره. یعنی تقریبا ده هفته 11000 افغانی فقط از دیالیز. دیالیز. آره. که تقریبا 45 روز تا دو ماه باید دیالیز شنه که آمادهش نه بلده پیوند کلیه. درسته. بعد پیوند کلیه که این قطعی شده نظر دکتر مموی که باید پیوند کلیه صورت بگیره، شما در صدد ازید شده این که به حساب کلیه پیدا کنید، نهای پیدا میشه نموشه؟ اگر پیدا میشه چقدر هزینه بالمونه؟ یعنی شما یک اطمان یک براوردی درن پیش خود خود دیگه، یک پرسان اطمان که این از این طرف راست یاز دکتر از طرف کنیم دیگه دمی پیوند کلیه را، کلیه که در خرید باید پیدا کنیم. درست. هزینش 4.5 تا 5 لک روپی فقط قیمت از کلیه که ما از این طرف سوال کردیم دیگه تقریبا نزدیکای 8-8.5 لک هزینه امزی خود شفاخانه میشه از دیالیز و از عمل پیوند کلیه و دواهایی که نیاز است. دواهای شریک نیاز است. 8-8.5 لک هزینه از اون میشه. میره که تو متمجموع حساب کردیم دیگه تا که پیوند کلیه انجام شنه، بعد از او که دوباره برای دواهایش باید دیگه او دکتر میگه که مثلا هفته یک بار بایی یا ماه یک بار بایی هم دوایش باید معاینات انجام بدی، دوایش بگیری. 15 لک همین خصیا مصرف داره. آره، با به حساب خرید کلیه خرید و همچنان دستمزد به حساب دکتر، دواها، دواهایی که بعد از عمل نیاز میشه. عمل نیاز میشه. درسته. پیشتر هم که شما گفتین کدام کسی در شفاخانه بوده یا کدام جای دیگه صحبت کرده که همچون مشکلی در کدام از فامیلاش داشته، یعنی هزینه ای که اونا گفتم 14 لک افغانی مصرف کردیم. آره، همی مصرف شده. یکم همچی دوستای سنگجوی بود به نام آقای حیدری، رحمت حیدری که پیوند کلیش در ایراد انجام رده که از بیادر شما سوال کدوم، گفت تقریبا تا همی یک هفته پیش را که ما جاوری از سوال کدوم همچه بیادرش، گفت من تا به حال مو عبدال اگه آقانی مصرف کدیم. درست. مصرف شده که با حالا پیش دکتر مرا به خاطر دوایشی. درست. آره دیگه پیوند کلیش که انجام شده اون مقدر هزینه بلدش. درست. که انجام شده باز من سوال کردم، گفتی هزینه را مو بالاخره از خیرین کمک کده. درست. که خود موی توان را نداشتی. اگر در کل پرسان کنم که وضعیت اقتصادی چی رقم است فعلا؟ گرچه من خودم خو آشنایی کامل با خانواده آقای ابراهیمی دارم به خاطر اینکه از مو دوستا و فامیلای ما هستن و میخواییم بخاطر وضاحت بیشتر که برای شما هم به حساب مشخص باشه که شرایط اقتصادی از این خانواده چی رقم است، بیشتر از انجام خودش هم بازگو بونه. فعلا شرایط اقتصادی چی رقم است؟ آیا شما واقعا همی توانایی رو دیرین که به حساب همی 13-14 لگبانی که برای صحتمندی محمد حسین جان نیاز است ارتحیق نیم؟
فعلا نه، مو شرایط اقتصادی واقعا چیز، شرایط اقتصادی مو خیلی ضعیفه دیگه، توانایی زیرمون نداره که قدر پولمو تامین کنی دیگه. قبل از هم که دوچار زمین مشکل شده بود، یک سری دوستا از استرالیا کمک کردن، خب دست چه در نکنه، واقعا اینا زحمت کشیدن، یک مقدار پول کنا روان کردن برمو، امی دو مرحله را مو تداوی کردن دیگه، که آخرین مرحله شد این دفعه شد که این مرحله شد دیگه، دکتر ها گفتن دیگه کلی ازید دیگه از بیشتر جوابگو نیه دیگه، باید نه 100% به 100% باید پیوند کلی پیوند کلی داره. درست. آره درسته. خب بازم از خداوند برای محمد حسین جان شفای عاجل میخوایم که انشالله مشکلش به زودترین فرصت ممکن حل شونه، و همچنان از خیرین عزیز شما بزرگواران که دست به حساب دست شما به دهان شما میرسه، مطمئن هستم که شرایط اقتصادیشون واقعا خوب است. عاجزانه خواهش می‌کنم که برای محمد حسین جان کمک کنین، به خاطر اینکه محمد حسین هم خودش جوان است، هم محمد حسین در این دستین سال خودی است که متاسفانه دچار از این مشکل شده، و همین که سه فرزند داره، دو دختر داره و یک پسر داره که نیاز به سرپرستی داره، نیاز به محبت پدر داره، که نیاز است پدرش در کنارشان باشه. و من به می خاطر از شما عاجزانه خواهش می‌کنم که اگر واقعا توانایی کمک را داره برای برادر عزیز ما، برای جوان رعنا که محمد حسین جان باشه، کمک کنیم. محمد حسین جان فعلا کمی این مال تو ششته، هم احساس درد و ناراحتی بلیت هستن؟ از ساقای آوری آره. متاسفانه میگنم کمی دوربر لب تو قسمی که محمد حسین جان صحبت کرد داخل دهن تو، این زخمه، این دلیل بیشتر چیه؟ دلیل بیشتر هم نمازه فشار خون و گروه خونی چیز خراشته بود، میکروب خون بالا رفته بود. بار ما دلیلش یه بود که لب دانم بخیر خون روی دماغ داشتم، خون روی بینی داشتم. باز این شلنگ که دمی قسمت وصله، قسمی که گفتی به خاطر دیالیز است نه؟ دو دنه شلنگه. یعنی به حساب یک شلنگش وظیفه زیر داره که به حساب خون داخل بدن تزریق کنه، و یکی دیگه از داخل بدن به حساب مه تا داخل دستو و ایشو تصفیه خون صورت بگیره، خون از بدن بیرون داخل دستا میره، یک شام از داخل دستا میره داخل بدن. درسته. فعلا هم دوا استفاده مون، دارو استفاده مون؟ آره دوا در سرم در کی هم یک سرمش که نون وصله دیگه، ما یک سرم چه هر 24 ساعته و یک سرم دیگه اش هر 8 ساعت دیگه، یک مقدار گلی دی در یک گلی دی، یک ساعت 12 بجه شام، یک شام 12 بجه روز. درست. پیش از غذا و بعد از غذا درک و موبایل استفاده اش نه دیگه، ظاهران فعلا خون و یک مقدار دوا بلدی هم زخم دهانش دیده که زخم ها خوب شوه دیگه، وضعیتش که من خودشم در تصویر مشاهدن دیگه که میتری هم که بخاطر که کلیه کار کردش ضعیفه، کار نه باز خون رو که تصفیه نکرد، باز میکروب خون ما رو بالا به حساب خون بیشتر میکروبی میشه؟ میکروبی میشه و عوارض دیگر با برای مریض با وجود میگه، عوارضی که نمی خون ریزی پیدا نه، خون ریزی داخلی و بیرونی و خون ریزی پستی که نمونش در صورتش مشاهده میدی. درست. که دور چشمایش سیاه میشه و دستایش خلخال سیاه میشه دیگه، زخمی گردی دهانش، داخل دهانش، زبانش کلا زخم. درست. باز بیشتر تداویش در شفاخانه ختم النبی در چی است دیگه؟ آره سرک دار لاما بیشتر، آره چون همین شفاخانه پیوند کلی های دیگه مخصوص هست. یعنی فکر کنم که یک شفاخانه نامدار در بخش پیوند کلی هست. آره فعلا کابل فعلا همین نام داره. درست. که همین مریضایش که پیوند کلی انجام شده و انجام میشه، مریضایی که فعلا همونجا میره بنده دیالیز که اماده همونن بنده پیوند کلی ها، فعلا در کابل اولین شفاخانه همی هست. درست. قسمی که دوستو در تصویر دیدیم محمد حسین واقعا یعنی شرایط صحیحشان زیاد خوب نیست و نیاز به کمک داره، دیگه بازم یک بار دیگه در آخر از شما خیرین محترم، از شما برادر عزیزی که تصویر ما رو میبینین، صدای ما رو میشنوین، عاجزانه خواهش نم که امروشون کمک کنین که هم جوان هست، هم که خانواده دارن، به هر حال
نیاز به کمک داره. دیگه من بیشتر از این دیگه کدام گفتنی خاص ندارم. دیگه خود دوستا تصویر محمد حسین دیدن و حساب مشکلاتشون رو شنیدن. دیگه کدام پیام دیگه خو اگر باشه دیگه نه دیگه فقط از این دوستا خیری درخواست اینجوری در که کمک کنن بالاخره می برادر از ما دوباره صحت یاب شنه ان شاء الله همین مشکلات حل شنه دیگه مو به حساب مالی خود می توانش نداریم دیگه فقط یعنی من از دوستا و از خیرینی که می تصویر می کنن آجزانه درخواست داریم که کمک همکاری کنه خود از مو لطف دار که مو می مشکلات در حل کنیم و می پیوند کلیش انجام شد ان شاء الله تا جایی که من مطمئن هستم خیرین بسیاری مدریم که اگر واقعا اطلاع رسانی درست چون از یک مریض از یک کسی که مشکل دارن واقعا دوست دارن که کمک کنن و من مطمئن سر مردم عزیز خود خود که انشالله برای محمد فنجان هم کمک کنن چون واقعا نیاز به کمک داره. دیگه من بیشتر از این دیگه پر حرفی نمونم، شما رو به خداوند بزرگ و لایزال امانت میکنم. هر جای کسی زندگی و ایام و کام شما باشه و یک عید خوب و خوشی را در کنار خانواده عزیز خود سپری کنید. خدا نگهدار.